حالا بر آهیم 149 دارن سر را پارک کرده که لطف کنن که ماشین برداره. آهیم 149 مال هانوفر است. صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءالله که روز اربعین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و السلام است. عمه من و شما انشاءالله جزء پیروان و جزء ظاهرین ابی عبدالله قرار بگیریم. انشاءالله صلوات دوم را بلندتر این آیت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار الهداية المصطفوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالمحبة الفاطمية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل. حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. دار من در دل هوای کربلا یاد دیگه سفری امام حسین امشب جمع میشه. تا سال دیگه معلوم نیست که سفری نعمت جمع میشه. این سفری عزاداری دیگه شب شام اربعین دیگه تمامه. عرض کردیم که هفته آینده دیگه رحلت پیغمبر و امام مجتبی و امام رضاست. معلوم نیست تا سال آینده زنده باشیم یا نه باشیم. انشاءالله همه ایتون امشب ذاکر باشیم. دار من در دل هوای کربلا یاد تا کنم این جان ناقابل فدا یاد ما همه بدکارو سیاه روی امام. شما رو نمیگه به خود رو بگیم. شما الحمدلله با متدینین. ما اما آسی و بدکار و سیاه روی ای امام. دست ما و دامن دولت سراید. بعد از جنگ دوم جهانی علمای علم طب به این نتیجه رسیدن که اگر کسی زخمی بشه و رو به مرگ باشه نیاز به تزریق خون جدید داره که از اون زمان شروع شد. و خب در ابتدا مشکلاتی بود تا مشخص شد که کجا و کی کدام گروه خونی با کی امخانی داره. باید گروه خونی امخانی داشته باشه تا این مریض دم مرگ و این زخمی که ازش خون رفته خون جدید تزریق بکنن و این مریض بشه زنده. دیگه اطباء هستن، جناب آقای دکتر حسینی، جناب آقای دکتر مشتاق، جناب آقای دکتر سید مظفر و آقای دکتر طالب، دیگه اینا هستن در مجلس. من فقط میخوام درس پزشکی پس بدم. از نگاه پزشکی باید خون سازگاری داشته باشه، درست دکتر سید؟ نه که اگر سازگاری نداشته باشه این خون جدید را پذیرش نمی کنه. حتی شاید مریض را بیشتر به مرد نزدیک بکنه. این مقدمه، این بحث بعد از جنگ
دوم جهانی اتفاق افتاد. امام حسین علیه السلام دید بعد از کمتر از 50 سال از رحلت پیغمبر گذشته، بنی امیه چنان زخمهای کاری بر این پیکر اسلام زده که داشت اسلام نابود میشد، داشت اسلام میمرد. امام حسین به عنوان طبیب دینی به این نتیجه رسید که باید به این اسلام خون تزریق بشه. وقت خون تزریق بشه این اسلام دوباره زنده میشه و به این نتیجه رسید که حتما باید گروه خونی اسلام با گروه کسی که خون میده باید مناسبت داشته باشه. و امام حسین فهمید که غیر از خون خود ابی عبدالله و یاران با وفایش این اسلام زخمی رو به موت رو چیز دیگر زنده. بنابراین آمد و خون خود را تزریق کرد. یکی از زخمهای کاری که بنی امیه بر این پیکر بیجان اسلام انداخته بود و زخم زده بود و خیلی بر این پیکر اسلام زخمهای کشنده زده بود که یکی از اون زخمهای بسیار کشنده چی بود؟ مسئله جهالت بود، جهل و نادانی. در بین مردم جهل را ترویج کرده بود، از جهل مردم سوی استفاده کردن. نه تنها خود یزید، از پدرش معاویه حساب بکنید که از جهالت مردم استفاده کرد. نماز جمعه چهارشنبه خواند، کدو را ذبح کرد. خود یزید چه کارهایی که نکرد و این مردم جاهل نفهم تسلیم بودن. بنابراین یکی از زخمهای کاری بر این پیکر اسلام چی بود؟ این مسئله جهالت مردم بود. امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین این دعا را میگه، میگه و بذل مهجته فی لیستنقذ عبادک من الجهاله. حسین جان تو خون تزریق کردی، چرا خون تزریق کردی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا مردم رو از جهل و نادانی نجات. مسئله جهل غیر از مسئله سواد. حالا روایاتش عرض میکنم، آیاتش عرض میکنم. جهالت یعنی نفهمی. شاید یک کسی دکترا داشته باشه، یک کسی پروفیسر باشه، اما از نگاه اعتقادی جاهل باشه. جهل یعنی چی؟ جهل یعنی نفهمی، نادانی، نه اینکه بیسوادی. نه، شاید خیلی از بیسوادا بالاترین درجه علم رو داشته باشند، یعنی معرفت. مراد از جهالت اینجا علم نیست، بلکه مراد از جهالت عدم معرفته. آقا ببینید یک آدم بیسواد چنان معرفت داره، چنان خدا را عبادت میکنه که آیت الله هم طوری عبادت کرده نمیتونه. میشه معرفت. پس وقتی میگیم جهالت، امام حسین آمد مردم را از جهالت نجات داد. چرا؟ چون در سطح اسلام میدونید خیلی کمی از مردم نوشتن و خوندن بلد بودن. پس مراد از جهل سواد نیست، مراد از جهل فهم است، معرفت است و این دانشه. قرآن ریشه خیلی از انحرافات و جهالت میدونه. چند تا مثال قرآنی عرض بکنم. خیلی از ریشه های خیلی از گناهان جهالته. قوم موسی معجزاتی از موسی دیدن، آقا به چشم سر دیدن دریا شکافته شد، اینا رد شدن، فرعونیان دنبال آمدن، دوباره دریا به هم پیوست، همه فرعونیان غرق شد و اینا نجات پیدا کردن. از این معجزه شما بالاتر پیدا میکنید. این معجزه را دیدن، فهمیدن خدای موسی هم چه کاری را کرده. وقت رسیدن به اون طرف خشکی، به ساحل رسیدن، دیدن یک گروهی از مردم یک بتی گذاشتن تعظیم میکنن، بت پرستی میکنن. اینا را خیلی خوششان آمد. به موسای پیغمبر، قرآن دارم میخوانم براتون، به موسای پیغمبر سوره اعراف آیه 138 چی گفتن؟ قالو یا موسا جا
جناب موسی چیکار کن؟ اجعلنا اله برای ما یک خدای درست بکن، کما لهم آلهه، کما این که مردم میبینیم بت دارن و خدا دارن، ما خدا نداریم، یک خدای درست بکن تا ما اون خدا را پرستش کنیم. موسی در جواب جمله قشنگی داره علیه السلام، قال انکم قوم تجهلون، عجب قوم جاهلی شما. ببینید ببینید ریشه این ابتدای بت پرستی چی شد؟ جهالت، جهل و نادانی. مثال دوم، قوم لوط وقت بلوات رو آوردن، همجنسگرا شدن، خدا بهشون چی میگه؟ میگه شما عجب مردم جاهل هستید. سوره مبارکه نمل آیه 55، بل انتم قوم تجهلون، قوم جاهلی. پس ببینید ریشه بت پرستی جهالت، ریشه همجنسگرایی جهالت. سوم، اما مثال قرآن میزنم، برادران یوسف وقتی بعد از آخرین سفر آمدن به دربار مصر، وقتی وارد دربار مصر شدن، پادشاه مصر آدم عادلی بود، تا چشمش به اینا افتاد، قرآن میگه از اینا سوال کرد، چی جمله ای پادشاه گفته؟ قاله، قاله مرادشون پادشاه است، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، فهمیدین با یوسف و برادرش چی کردین شما برادران؟ ببینید قرآنه، هل علمتم، فهمیدی چی کار کردین با یوسف و پیغمبر و برادرش؟ بعد خودم این پادشاه میگه از انتم جاهلون، شما انسانای جاهلی هستید. پس بشین ببینید ریشه حتی برادر کشی جهالت. یوسف رو میخواستن بکشن، یک برادر مانی شد. اگر همه دست به دست هم دارید یوسف رو بکشید، یک برادر که بذار بفروشیم پولش گیری ما بیاید، و الا این جهالت حتی برادر کشی هم میاره. آقا روایات الا ماشاءالله که اگر من بخوایم تبلت من بیارم یا لپتاپ بیارم اینجا بگذارم تا صبح در رابطه با جهالت مطلب بخوانم موجوده. روایات عجیبی داریم. من 3-4 تا روایت رو به عنوان تمرد عرض کنم. ببینید پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله، می فرماید خیر الدنیا والآخره مع العلم، خیر دنیا و آخرت با معرفت هست. علم این معرفت عرض کردن براد از علم پزشکی، علم طب، نمیدانم علم مهندسی، علم فقه نیست، براد از علم اینجا علم معرفت هست. چی میگه؟ خیر دنیا و آخرت مع العلم و شر دنیا و آخرت مع الجهل. جهالت هم شر دنیاست، دشمن دانا، بلندت می کند، بر زمینت می دند دادان دوست. آقای جهالت حتی کار می کنه از روی دوستی، دوستی خاله خرسه، دیدید آقا دوستی خاله خرسه دیگه معروف داستانش. آقا بعضی ها دوست داره شما را، اما چون جاهل هم میگه دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می دند دادان دوست. این جهالت است. یک روایت دویم، امیر المؤمنین می فرماید الجهل اصل کل شر، جهالت ریشه تمام بدی هاست. کل شر یعنی چی؟ هر شری که در دنیا وجود داره ریشه جهالته. آقا دزدی ریشه جهالته، ولی اگر این جاهل و معرفت می داشت که این دزدی مال مردم خوردن باید جواب پس بده، دزدی نمی کرد. اصل کل شر، ریشه تمام شرعا چه جاها؟ جهالت. باز پیغمبر بزرگوار اسلام خاتم الانبیا می فرماید لا فقر اشد من الجهل، هیچ فقری بالاتر از جهالت نیست. آقا پول نداشته باشید ولی دینت و دنیای در امانه، ولی اگر پول داشتی ولی از اون طرف جاهل بودی، هم پول رو برباد میدی، هم دنیا رو و هم آخرت. این روایت همه من این روایت دارم میخوانم. باز امیر المؤمنین میفرمید اعظم المصائب، مصائب جمعی مصیبت دیگه، بالاترین مصیبت چیست؟ الجهل، جهالت.
باز امیر المومنین فرم الجهل و ادواء و دا جهل بدترین درده. داره روایت داره که جهل اصلا درد بیدواست، دردی که درمان نداره. جهالت، جهالت و جهالت. امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد؟ تا مردم رو از جهالت نجات بده. کجا آمده؟ امام صادق در زیارت عربین که امیل الانم خاندیم فرمود لیستن قضا عباد که منال جهاله. امام قیام کرد، خون داد، تزریق خون کرد تا مردم رو از جهالت نجات بده. یک مطلب. مطلب دوم، قیام امام حسین اصلا مبارزه با جهالت بود و بعد از قیام ابی عبدالله خیلی آقا بیدار شدند. شما نگاه کنید بعد از قیام امام حسین چند تا قیام اتفاق افتاد. یک، قیام مردم مدینه. آقا مردم مدینه از خواب غفلت بیدار شدند. مردم مدینه در مقابل یزید ظاهرا سال 63 یا 64 قیام کردند. قیام فرزند امام سجاد زید بن علی بن الحسین، قیام مختار ثقفی. ببینید اینا کاری کرد امام حسین که مردم خواب رفته جاهل دوباره بیدار شدن. امام حسین قیام کرد مردم رو چکار کنه؟ از جهالت نجات بده. و همین طور هم شد آقا. تا همین الان تا گاندی در اون سر دنیا در هندوستان میگه، میگه من که قیام کردم الگویم حسین بن علی بود، مسلمانم دیگه دوست. چرا؟ چون امام حسین مبارزه با جهل کرد، مبارزه با جهالت کرد. آقا یکی جهل داریم که تجاهل داریم، این یاد بگیرید. یکی جهل داریم که تجاهل داریم. جهل کدام است؟ تجاهل کدام است؟ آقا جهل بوده که نمیدانه. مردم شام در ابتدا جاهل بودن. وقت امام سجاد خود بخواد این مردم شام از جهل به علم مبتلا شدند. آقا مردم شام فکر میکردن که امام حسین و این سر بریده و این اسرا خارجی هایند، اصلا اینا نسبت با پیغمبر ندارن. وقت امام سجاد در خطبه مدینه خواند انا ابن رسول الله، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن علی المرتضی، مردم متوجه شدند. بنابراین اونجا بود که اصلا یک قیام دیگر آغاز شد و یزید مجبور شد اعلان کنه که هر کی از گناه شمر و عمر سعد و ابن زیاد بوده من کاری نبودم. چرا؟ چون مردم جاهل بودن. ولی با یک کلمه بیدار شدن. دیدی آقا بعضا نمی فهمن این گناه است. شما که تذکر بدی آقا این گناهی که انجام بدی این عذاب دنبالش داره، این گناه نمی کنه. اما یک مرتبه نه، جاهل نیست، تجاهل میکنه. تجاهل خطرناکه. تجاهل چیز آقا، ببینید مثال ساده همیشه بردارم گفتیم، یک نفر خوابه، کسی که خوابه تا یک بیدارش کنی بیدار میشه، ولی کسی که خود به خواب زده، شما هر کار کنی حریفش بیدارا، هر کار کنی خود بیدار نمیکنه. فلانی بلند چون مهمان آمده، مثلا مهمان ما آمده، این بچه خوابیده میدانه که مهمان ما سر زده آمده، ولی خود به خواب زده بیدار نمیشه. ولی نه، اگر خواب راستی باشه یک تکان بخوره بیدار میشه. این فرق جاهل و تجاهل هست. تجاهل خیلی مهمه. میدانید؟ میفهمه خود را به نافهمی میزنه. وجود ناظرین امیر المؤمنین به طلحه و زبیر فرمود، طلحه و زبیر شما میدانید من علی حقم، ولی خود را به تجاهل زدید. میدانید ولی خود را به تجاهل زدید. امام حسین علیه السلام میدانست نصیحت فایده نمیکنه. آقا سوالی که خیلی مطرح میشه و بعضا متاسفانه در فضای مجازی مطرح میکنه، حتی در بعض دیدارهای خصوصی من میشینه و مطرح میشه، این که امام حسین چرا این فرزند را برد گدایی کرد، آب طلب کرد؟ نه اصلا امام حسین برای همچی کاری نرفته. امام حسین با لغف النصیحه، امام حسین داره نصیحت میکنه. آقا من معتقدم که اگر امام حسین علی اصغر را نمی برد میدان، اینا میگفتن خب اینا که آمدن میدان جنگاور بودن، برای جنگ آمده بودن، اگر اون بچه ایشین خاره را می آوردن، این دختر را می آوردن، آب بهش می دادش بعدن میگفتن دیگه. ولی امام حسین خواهد حجت را تمام بکنه که فردا کسی نگوید که اگر علی اصغر را می آوردیم ما آب بیدن آوردیم. چرا آب ندادید؟
درست شد؟ این چرا امام حسین این همه تبلیغ کرد؟ چرا امام حسین علیه السلام این همه موعظه کرد؟ حتی گودی قتلگاه وقت شمر جالسون علی صدر حسین امام حسین داره موعظه میکنه. خب میدونید حتی همون لحظه آخر که دو تا برادر با موعظه امام حسین برگشتن، سعد و عطوف همین هفته گذشته بحثش خوندیم. پس ببینید امام حسین نصیحت کرد. چرا نصیحت کرد؟ من جواب قرآنی بهتان میدم، خوب گوش بدید. جواب قرآنی، اگر کسی از شما سوال کرد چرا امام حسین میدانست این مردم آدم نمیشه، ولی چرا امام حسین تو تلاش میکنه، خطبه میخونه، در میدان رجز میخونه، حرف میزنه، آنقدر امام حسین حرف زده که دهن مبارک خشک شد. همش هم نصیحت میکرد، موعظه میکرد، برگردید بیایید دستتان را میگیرم شفاعتان را میکنم. ای موعظه موعظه موعظه. چرا؟ با اینکه امام میدونست آقا غیر چند نفر بیشتر آدم بشون نیست، ولی امام کار انجام داد. این بحث قرآنی بکنم براتون. در زمان بنی اسرائیل، در فرعونیان، یک تعدادی از مردم سوره مبارکه اعراف آیه 164، خوب گوش بدین آیه را، آیه 164 سوره مبارکه اعراف، در بنی اسرائیل افرادی بودن که فرعونیان را نصیحت میکردن. آقا اهل فرعون را نصیحت میکردن. یک تعداد دیگه آمدن گفتن آقا چرا نصیحت میکنی؟ نه آدم بشو نیستن، چرا وقتی تو نمیگیری زایی میکنی؟ ببینید قرآن هست سوره مبارکه اعراف آیه 164، و اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما. چرا اصلا موعظه میکنید این مردم را؟ ولی فرعونیان چرا موعظه میکنید؟ اللهم مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. خدای فرعونیان را بیده عذاب شدید میکنه، هلاکشان میکنه. قرآن میگه چرا موعظه میکنید؟ در جواب قشنگی میده اینا، اینه که موعظه میکردن این طرفداران موسی علیه السلام که موعظه میکنه فرعونیان را، گفتن چرا موعظه میکنی؟ اینا در قرآن جواب میدن. چی میگن؟ قالوا معذرتا الى ربكم. پیش خدا یک عذری داشته باش. ببینید چی جواب قشنگی میسید. اونا اگه بگید چرا امام حسین موعظه زیاد کرد، جواب قرآنی به ایشان بده. چرا قوم موسی علیه السلام فرعونیان را نصیحت میکرد؟ معذرتا الی ربکم، به خاطر که پیش خدا عذر داشته باشه. خدا روز قیامت نگوید حسین جان اگر نصیحت میکردی شاید یک نفر برمیگشت. اینجا احسن، معذرتا الی ربکم یک. بعد چی میگن؟ نقطه دومش قشنگه، ولعلهم یتقون. آقا شاید بعضی از اینا برگردن. اولا ما عذر داشته باشیم، رفع مسئولیت بکنیم، دوم شاید یک نفر برگرد. این همه فرعونی را نصیحت میکنم، شاید یک نفرش آمد به دین حضرت موسی کفایت بکنه. امام حسین هم به این دو دلیل این همه موعظه کرد، از مدینه که حرکت کرد تا کربلا، تا مکه و تا کربلا سخنرانی کرده، خطابه خوانده، حرف زده، دیدار خصوصی کرده، موعظه. چرا؟ معذرتا الی ربکم، قرآن گفت معذرت برای پروردگار باشه و شاید بعد از اینا هدایت بشه. این نکته دومی که امشب عرض کردم. عدد 40 معمولا در متون دینی ما خیلی مورد سفارش قرار گرفته. من نگاه کردم به حدود 30 مورد در متون دینی عدد 40 داره که 40 چیکارایی میکنه. من 4-5 تاش مثال بزنم. یک، شهادت 40 مؤمن در تشییع جنازه. ببینید وقتی تشییع جنازه میشه معمولا رسم اینه که اون دعا را میخونیم، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. اگر زن باشه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. میگه 40 مؤمن اگر روی قبر دعا بکنن و تلف عفو بکنن، خدا اونا را چیکار میکنه؟ آقا میبخشه. پس عدد چی شد؟ عدد 40. نمیگه 39 نفر، نمیگه 41 نفر، 40 نفر. یک. دوم، بگذارید داستانم عرض بکنم، خیلی داستانش قشنگه. حالا انشاءالله که شربت های کنم شما بخورید انشاءالله و صحبت های من بشنید. صلوات این را بفرمایید. در بنی اسرائیل یک مرد عابدی بود، گوش بدید داستان خیلی قشنگه. مرد عابدی بود ولی ریاکار،
خدا نکنه انسان علی ریاکار بشه. مرد عابد ریاکار ریا میکرد. با حضرت موسی خدا خبر داد فلان مرد در فلان منطقه خیلی ریاکاره. این مرد از دار دنیا رفت. حضرت داوود علیه السلام تشییع جنازش حاضر نشد. خب میگه ریاکار نرفت تشییع جنازه، واجبم که نبود دیگه، نرفت تشییع جنازه مستحب. بعد از مدتی به داوود پیغمبر خدا خبر داد داوود اون مرد که ریاکار را گفته بودم آمرزیده شد، من بخشیدمش. خدایا چرا؟ فرمود روی قبرش 40 مؤمن برایش دعا کرد. عدد 40 یک جا. دو، اگر میخواید دعایتان مستجاب بشه 40 نفر را قبل از خود دعا کنید. نماز شب اللهم اغفر لفلانی، اللهم اغفر لفلانی، 40 مؤمن را دعا بکن، بعد برای خود میگه استغفر الله ربی و عدد دایش را مستجاب بشه. 40 با عدد 40 دارد. امام صادق میفرماید اگر 40 نفر جمع بشن دست جمع یا الله بگوید این دعا برو برگرد ندارد. بعد امام صادق فرمود اگر 40 نفر نبود 10 نفر جمع بشن هر کدام 4 مرتبه بگید بشه جمع چند مرتبه؟ 40. این عدد 40 در دعا. بعد عدد 40 در 40 سالگی خیلی از پیغمبران ما در سن چند سالگی؟ در 40 سالگی محبوس بودند. در سن 40 سالگی انسان چی میشه آقا؟ کامل میشه. پنجم، اگر انسان 40 روز با اخلاص عبادت کنه، 40 روز با اخلاص عبادت کنه، پیغمبر میگه من اخلص لله 40 صباحا، 40 صبح بیدار بشو برای خدا درست عبادت رو، چی میشه؟ زهرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، این حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. ششم، آقا میدانید اگر مؤمنی از دار دنیا بره، مؤمن نه هر کسی، اگر مؤمنی از دار دنیا بره روایت دارید ان السماء والارض، آسمان و زمین، لتبکی علی المؤمن اذا مات 40 صباحا، زمین برای مؤمن 40 روز و 40 شب اشک میریزه. باز عدد 40 دارید در این روایت. آقا امام صادق میگه صادق آل محمد من حفظ من احادیث ما 40 حدیثا، کسی که 40 تا حدیث را حفظ بکنه چی میشه؟ بعث الله یوم القیامه عالما فقیها، عالم و فقیه محبوس میشه روز قیامت. باز میگه عدد 40. آقا 40 روز آثار گناه در بدن انسان میمونه، اگر یک روز شراب بخوره 40 روز عبادتش قبول نمیشه. اصلاح انسان تا 40 سالگی است. اگر کسی تا 40 سالگی خودش اصلاح نکرد شیطان پیشانی مبارکش رو میبوسه، میگه دیگه پیشانی اصلاح شدنی نیست. آقا ببینید وقتی 40 سال انسان یک گناهی رو انجام بده دیگه ترک عادت هم میشه موجب مرض، امکان نداره. ای لفظ 40 در روایات ما داریم. حالا اینم لفظ 40 در روایات عرض کردن، چرا برای امام حسین علیه السلام 40 میگیریم؟ برای پیغمبر 40 داریم؟ نه. بر امیر المؤمنین 40 داریم؟ برای کدام امام داریم؟ هیچ کس. فقط برای کی داریم؟ برای وجود نازنین ابی عبدالله الحسین علیه السلام ما چی داریم؟ ما زیارت 40 و 40 ابی عبدالله داریم. چرا؟ من چند تا علت عرض میکنم و یک علت هم که شیخ جعفر ششتری میگه رضوان خدا بر این مرد باد، خیلی جالبه، خیلی قشنگه، میگه چرا برای امام حسین 40 میگیریم؟ یک، فداکاری امام حسین دین را زنده کرد، خونه که تزریق کرد این دین چی شد آقا؟ زنده شد. یک. دوم، مصیبتی که امام حسین دید احدی ندید، خودش، فرزندانش، خانوادهش 72 نفر در نصف روز یا یک روز کامل به شهادت رسیده، زن و بچه هم آقا به اسارت رفتن. دا
بروشور این دوتا. سوم بعد این همه مشکلات این کاروان دوباره برگشتن کربلا و این داغ ها دوباره چی شد؟ روز اربعین زنده شد. چهارم آقا دشمن میخواست با شهادت امام حسین خاتمه بده، در حالی که اینجا شهادت امام حسین آغاز شد. دشمن میخواست پایانش بده دیگه، اصلا خاندان نبوت رو از بین ببره، ولی با شهادت ابی عبدالله آغاز کار شد. پس به این جهت ما اربعین میگیریم که اگر اربعین نمیگرفتیم این قیام ابی عبدالله زنده نمیماند. این مطالبی بود که بقیه گفته بودن. شیخ جعفر شتری مطلب قشنگی داره، من خیلی مطلب جعفر شتری رو دوست دارم. ایشان میفرماید که آقا قیام امام حسین در کربلا یک روز بود، فقط کربلا بود یک روز و تمام شد، ولی در یک میدان امام حسین جنگی، فقط کربلا جنگی، ولی وجود نازنین امام سجاد و وجود نازنین بیبی در عالم زینب کبرا سلام الله علیها در سه تا میدان مبارزه کردند. سه میدان، ام کربلا، ام کوفه و ام شام. امام حسین که در کوفه و شام مبارزه نکرد، از زینب کبرا و امام سجاد هم کوفه مبارزه کرده، سخنرانی کرده، تبلیغ کرده، اردو بزرگوار و همه ایشان، و همچنان در شام و همچنان از گودی قدبگاه شروع شد. عصر عاشورا قیام زینب کبرا و قیام امام سجاد از اون گودی قدبگاه شروع شد، اونجایی که زینب اولین روزه را شروع کرد و از اونجا بود که دیگه قیام آغاز شد. با اجازه شیخ جعفر ششتری من یکی دیگه من اضافه میکنم، سه تا ایشان گفته، میگه کربلا، کوفه و شام، من یکی دیگه اضافه میکنم، مسیر را یاد شیخ جعفر گرفتم. مسیر را این کاروان عجب تبلیغ کردن، به هر کی رسیدن تبلیغ کردن، چی در دیر مسیحی، چی در اون خانه و در هر جایی اینا رسیدن تبلیغ کردن. پس این قیام ابی عبدالله قیام بزرگیست، و چون قیام بزرگیست ما برای امام حسین اربعین میگیریم. باور نمی کنم که رسیدم کنارتون یا زینب کبرا، خیلی زبان آل زینب جالبه. باور نمی کنم که رسیدم کنار تو، باور نمی کنم من و خاک دیار تو. یک اربعین گذشته و من پیرتر شدم، یک اربعین گذشته و من پیرتر شدم، یک اربعین گذشت و شدم هم جوار تو، یک اربعین دویدم و زخم دیدم دنبال ناله های یتیمان زار تو، یک اربعین به گریه من خنده کردم، 40 روز به گریه زینب خنده کردن، یک اربعین به گریه من خنده کردن لبهای قاتلان تو و نیزدار تو. روز تولدم که زدم خنده دربرت یا حسین، وقتی که میگم زینب کبرا تولد شد به بغل امام حسین دادن لبخند زدن. روز تولدم که زدم خنده دربرت، باور نداشتم که شوم سوگوار تو، مانده صدای حرمله در گوش من هنوز، مانده صدای حرمله در گوش من هنوز، وقتی که تیر زد طرف شیر خار تو. مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه می نویسه، میگه عمرو بن لیث صفاری از حاکمان صفاریان بود. روزی آقا سام نظامی دید، لشکر آماده شد، پادشاه آمد برای نگاه کردن لشکر، دید آقا 120 پرچمه، هر پرچم 100 نفر پیرو داره، یعنی در واقع 120,000 نفر. وقتی 120,000 نفر را دید عمرو بن لیث گریه کرد، اشکش جاری شد، گفت یا حسین جان ای کاش کربلا بودم، با این 120,000 نفر کمک میکردم. مقدس اردبیلی میگه به واسه این قطرات اشک خدا عمرو بن لیث را بخشید. این زیارت ابی عبدالله برکاتی داره، خوش به حال کسی که زیارت رفته و خوش به حال کسی که انشاءالله باز خدا توفیق کنه بریم.
آثاری داره، در روایات تأکید زیادی شده. عبدالله ابن بکیر میگه محضر امام صادق آمدم آقا جان میخوام برم کربلا ولی از مسیر راه میترسم، از ناامنی راه میترسم. امام صادق فرمود قبل از تو کسانی از مسیر نترسیدن، جابر ابن عبدالله، عطیه، همه و همه با تمام خطرات رفتن کربلا، دست دادن مردم، پا دادن در این راه، کشته دادن ولی کربلا را ترک نکردن. علامه مجلسی را بگم و بحثم تمام ان شاء الله. محمدی عزیز ان شاء الله به فیض برسانم. علامه مجلسی در بهار می نویسه زائر کربلا ام کلام خدا میشه، تو خدا حرف میزنه. کسی که میره کربلا ام کلام خدا میشه. دو، در بهشت امسایه پیغمبر میشه. ظاهر کربلا امام حسین امسایه پیغمبر و ائمه میشه. اینا به متن روایت فقط فارسیش عرض میکنم. سه، مقام فرشتگان مقرب خدا به ظاهر ابی عبدالله میده. خیلی عجیبه. مقربان آقا کیا؟ جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل. خدا میگه که بر ظاهر کربلای حسین این مقام را خدا میده. مورد دعای فاطمه زهرا و ائمه قرار میگیره. میدونید ظاهر کربلا را از زهرا دعا میکنه و دعای از زهرا بدون برو برگرده، ائمه دعا میکنه امان از آتش جهنم. این داستانم بگم انشالله آماده بشید برای ذکر مصیبت. یک مرد هندی از هندوستان بلند شد آمد کربلا، الله اکبر، آمد کربلای ابی عبدالله ولی حرم نمیرفت. همه ی رفقایش حرم میرفت، حرم نمیرفت. میرفت پشت بام مسافرخانه یا کاروانسرای هر چی که بوده دست به سینه میگرفت میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا حسین ابن علی، از دور سلام میداد. آی رفیقایش آمده میشه مرحوم سید مرتضی از علمای زمان، گفتن آقا جان یک رفیق داری ما از هندوستان با ما آمده ولی چند روز گذشته داریم بر میدیم، این آقا تا حالا حرم مشرف نشده، فقط میره پشت بام سلام بر حسین میده. سید مرتضی طلبش کرد، گفت بیا. آوردنش پیش سید مرتضی، گفت آقا جان این کاری که تو انجام میدی برای کسانی که از راه دور سلام میسه منو شما میگین پشت بام رو به قبله سلام علیکم آباد الله، این مال کسانی که در داخل کربلا برن حرم زیارت کنن. گفت خیلی خوب. آقای مرد هندی غسل کرد، لباس تمیز پوشید، وارد حرم شد. تا وارد حرم شد اشکش جاری شد، تا کنار اون گودی قندقه و چراغای سرخی که رفتیم دیدیم تا اونجا رسید یک مرتبه صادق حسین جان سرت را اینجا بریدن. آقا این را گفت چنان گریه جانسوز کرد، چنان های های ناله کرد، انگار تازه جوانش از دار داد میزد، گریه میکرد. یک مرتبه همه فکر کردن خواب رفته، آمدن دیدن که رویش به ساخشار جنان پرواز کرده و با ابی عبدالله محشور شده. زیارت با معرفه، خدا انشالله زیارت نصیب همه ما کنه، معرفت زیارت خدا به من شما انشالله بده. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم دست بسينة شب آخر مجلس أبي عبد الله السلام على وعلى بنیت همه اموات و گذشتگان خودمان حقداران